اصغر افغان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که تمامی تیم‌های شرکت کننده با آمادگی خاص حضور یافتند. دیگه دا سوک نشو در رامن وسو گټی ټول ټیمونه چې دی ټول ماشاءالله ټیمونه دی فل ممبر دی پکې در اینجام همه تیم‌های خوبی هستند و بیشه وقتی که آنها برای این بازی انتخاب شدند و تبریکی خاص به هانگ کانگ که آنها واقعا مستحق بازی در اینجام هستند. آنها بسیار خوب بازی کردند، اما شما نمیتوانید بگویید که یک تیم مورد پسند است، زیرا همه تیم‌ها در این بازی برای برنده شدن آمدند و آنها خوب به نظر می‌رسند. راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه گفت که تیمش برای مسابقات جام 2018 آسیا آماده است. Our team is good. We have the good spinners, fast bowlers. تیم ما خوب است. ما اسپینرهای خوب، بالرهای سریع و همچنین بیتینگ خوب نیز داریم. کنترل ما داخل میدان بسیار خوب است. بنابراین این بازی برای ما یک آزمون خواهد بود که به خوبی بازی کنیم. ما فقط به تمرکز روی بازی یک کرکت خوب نیاز داریم. مهم نیست نتیجه چی است. افغانستان پس از آن که در سال 2001 عضویت شورای بین المللی کرکت را کسب کرد، 12 تیم است که در کنار آیرلند شامل رقابت‌های 5 روزه کرکت یا تست شده است. بنگلادش میزبان 5 بار رقابت‌های کرکت جام آسیا و افغانستان هر دو علاقمندند تا هند و سریلانکا را که هر کدام بیش از 3 بار قهرمانی این جام را از آن خود کرده‌اند شکستند. بازیکنان تیم ملی کرکت هند روز شنبه در حال تمرین کردند که آنان قرار است به مسافت هنگ کنگ بروند. در رقابت‌های یک روزه جام کرکت 2018 آسیا بر علاوه افغانستان، تیم‌های کرکت هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ نیز راه یافتند. هند که 6 بار قهرمان این جام است، از مدعیان قهرمانی این جام محسوب می‌شود. تیم ملی کرکت بنگلادش نخستین رقابت این جام خود را روز گذشته با پیروزی در برابر سریلانکا آغاز کرد که در آن مشفق الرحیم با کسب 144 دوش نقش عمده‌ای را بازی نمود. سریلانکا این رقابت را با تفاوت 137 دوش به بنگلادش واگذار کرد.